سلام، محمد علی اکبرنیا هستم، مهندس کامپیوتر و مدیر آیتی چند تا شرکت بزرگ و متوسط صنعت تولید غذا و پخش. کارگشا یک اسم نوین بود و یک فعالیت نوین صنعت ساختمون که یه صنعت مادر برامون هست، همچین اسمی رو نداشتیم. صنعت ساختمون به عنوان یک صنعت مادر، صنعت مقهور شده است، یعنی صنعتی که بهش توجه نمیشه. خودروهای الکترونیکی داره وارد کشور میشن، هیبریدی الکترونیکی. خب میبینیم تو خیابون و میگیم ای بابا ما چقدر متوقف شده این صنعت تو کشورمون. دیگه ادامه نمیدیم این بحثو. چرا؟ به خاطر اینکه وابسته است به صنایع دیگه مثل صنعت ساختمون. مثلا یه خونه‌ای که الان داره ساخته میشه، آیا توی پارکینگش ما پریز برق شارژ خودرو رو داریم؟ آب‌های خاکستری که الان تو دنیا مرسوم هست، چیز خیلی لوکسه، نه خیلی چیز آنچنانی که بخوایم بگیم که چقدر هزینه زیادی داره. ما تو کشورمون بحران کم‌آبی داریم. کدوم مهندس، کدوم شرکت سازنده توجه میکنه به استفاده مجدد از آب‌های خاکستری توی ساختمان؟ آب خاکستری یعنی اینکه آب سرویس‌های بهداشتی یا روشویی ما مجدداً برای همون امر تصفیه میشن. خب خیلی چیز راحتیه، خیلی چیز خوبیه که داشته باشیم. و یا چند درصد از ساختمان‌های ما اصلا به این سمت دارن میرن؟ کارگشا اومده این صنعت رو، وضعیتش رو تغییر بده، این ذهنیت رو آماده کنه که باید تغییر کنه. آیتی در کنار این فکرها و باورهایی مثل کارگشاست که بستر مناسب و مسیر درست رو برای بست و برای توسعه و برای پخش اطلاعات به صورت همه جانبه فراهم کنه. کارگشا دیتابیس یا پایگاه داده یا مجموعی از اطلاعات ارزشمندی که یک جا گردآوری شده. کارگشا نگهدارنده و محافظت کننده از اطلاعات وزین، گرانسنگ، ارزشمند و قابل استفاده این صنعت هست که میتونه در اختیار تمام فعالین این حوزه با توجه به پارامترهای امنیتی جدید، کارگشا یک فضایی رو فراهم کرده، این اطلاعات گردآوری شده، طبقه بندی شده و به سهل الوصول ترین شکل در اختیار فعالین میتونه قرار بگیره. توی وبسایت کارگشا ما بالغ بر 300 هزار مقاله یا متن قابل استفاده برای متخصصین این امر داریم. 300 هزار تجربه که شاید گردآوریش در یک جا برای همه میسر و آسون نباشه. این اتفاق افتاده. تمام متخصصین این امر، دانشجویی که تازه در دورترین شهر کشور فارغ التحصیل شده تا فعالین اقتصادی این زمینه، میتونن از این اطلاعات به راحتی استفاده کنن برای گردآوری این اطلاعات در یک فضایی به اسم کارگشا. هزینه‌های انسانی و مادی زیادی انجام شده.